به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز و در این جلسه فصل پنجم از مضمون استاتیک خود شما شروع میکنیم. فصل پنجم تحت عنوان بارهای گسترده Distributed Force، فورس یا مقوه یا بار و Distributed یا گسترده که معنی گسترده میشه، که باز عنوان اصلی فرض برمیگرده به سنتروید، مرکز، مرکز سطح یا مرکز سل. جز عنوانها و موضوعات مهم در مضمون استاتیک این فصل، موضوعاتی که در این فصل میخونیم در سمستر بعدی به مضمون SOM هم کاربرد داره. یعنی اگه شما اینجا خوب یاد بگیریم باز به SOM یک قدم جلوتریم و اونجا مشکلی نخواهیم داشت. و ای که میشه گفت تقریبا فصل ساده تری هم هست نسبت به فصول دیگه، فصل ساده. خب معمولا در ابتدای فصل ما یک سری قضایای اثباتی و روابط داریم، ولی وقتی وارد مسائل و مثال‌های عددی و بشیم می‌بینیم که کدام نکته خاصی نداره و فقط کمی حواس جمعی مایه که بتونیم مسائلی فصل حل کنیم و به جواب برسیم. سه خصوصیت و ویژگی اجسام که عبارتن از طول و مساحت و حجم، سه خصوصیت اصلی حساب میشن. سه خصوصیت اصلی اجسام، این سه خصوصیت به تنهایی نمیتونن بیانگر ویژگی های اجسام یا یک جسم باشن. به عنوان مثال ممکنه دو زمین داشته باشیم، ما دو قطعه زمین داشته باشیم که مساحت های اینا با یکدیگر برابره، اما از نظر شکل هندسی متفاوت باشن. بنابراین ما نیاز به بعضی از پارامترها یا بعضی از خصوصیات دیگه از اجسام داریم که بتونیم راجع به اینا صحبت کنیم و اونا رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. یکی از مفاهیمی که در این فصل مورد مطالعه قرار میدیم، اون رو بحث میکنیم و با او آشنا میشیم، مفهوم فرست مومنت. حالا همینجگاه فرست مومنت یا اگه کتابای فرسی رو مطالعه کنیم به عنوان تحت عنوان گشتاور اول میشناسیم. اون فرست مومنت یا گشتاور اول که چی هست و چی رقم به دست میاریم، میریم جلوتر بحث میکنیم. اما یکی از مفاهیمی که گفتیم نیاز داریم مخصوصا در انجینری که راجع به اجسام صحبت کنیم، اونا رو مورد مطالعه قرار بدیم، خاصیت یا ویژگی فرست مومنت اونا هسته. و با همین ویژگی ما میتونیم مراکز سطح، مرکز ثقل اینا رو پیدا کنیم. عنوانایی که ما در این فصل داریم، خب طبق روال همیشه یک مقدمه ای داریم، بعد میرسیم به سنتر آف گراویتی اجسام دوبودی، مرکز ثقل اجسام دوبودی، سنتروید اند فرست مومنت آف ایریا اند لاینز، مرکز و فرست مومنت مساحت ها و خطوط، سنتروید آف کامون شیپ آف ایریا، مراکز اشکال رایج، اشکال رایج مثل دایره، مربع، مثلث و غیره و مساحت های اینا، کامپوزیت پلیت اند ایریا، پلیت های کامپوزیت. کامپوزیت یعنی چی؟ یعنی ترکیبی، یعنی از چند شکل تشکیل شدن. شکل از اینا دیگه شکل رایج و معروفی نیه، از چند شکل ساده در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک شکلی به وجود آمده که به اینا میگن کامپوزیت پلیت یا کامپوزیت ایریا. چگونه مرکز سطح اینا رو پیدا کنیم؟ مبحث بعدی ما و شمانه. دیترمینیشن آف دی سنتروید بای انتگریشن، پیدا کردن مرکزها با توسط انتگرال گیری، یکی از کاربردهای ریاضی انتگرال گیریه که چگونه مرکز سطح رو پیدا کنیم. Distributed load on beam، بارگذاری گسترده روی تیرها خیلی مهمه. تا به آخر انجینری سوال دوران تصویر خود شما با این مفهوم آشنایی، با این مفهوم سر و کار داریم و از این قضیه استفاده میکنه که از تیری که بار گسترده روی اعمال شده رو چه رقم تحلیل کنیم، تجزیه کنیم و بتونیم ریاکشن ها یا مشغولات رو به دست بیاریم. Center of gravity of a 3D body، مرکز ثقل اجسام سبودی، Centroid of volume، مرکز همون که مرکز حجم نام میشه، Centroid of common 3D shape، مرکز اجسام سبودی رایج، شکل‌های سبودی رایج مثل مخروط، مثل استوانه و غیره، و Composite 3D body و اجسام سبودی ترکیبی که این قسمت های پایینی دیگه فقط یک زد اضافه میشه با معادلات ما تکراریه. همون رابطه که داشتیم جلوتر یاد گرفتیم باز اونجا تکرار میکنیم با اینکه یک رابطه زد اضافه شده بزنم. خب
قوه ای که از طرف زمین به اجسام وارد میشه ما تحت قوه جاذبه او میشناسیم، که به اجزای تشکیل دهنده یک جسم وارد میشه. ما میتونیم این قوه حذف کنیم یا اینکه جاگذاری کنیم، حذف نگیم، بگیم جاگذاری کنیم قوه جاذبه توسط یک قوه برابر که برابر مقداری برابر با همون مقدار قوه جاذبه باشه تحت عنوان قوه وزن و در یک نقطه خاص. این نقطه خاص همون نقطه سنتر آف گراویتی یا مرکز ثقل گفته میشه بریا. بنابراین قوه ای که توسط زمین وارد میشه یا همون قوه جاذبه ما تحت عنوان قوه وزن میشناسیم. وزن یک جسم به دست میاریم، دبلیو مساوی با ام ضرب جی. او رو کجا مقداریم؟ او رو مقداریم به سنتر آف گراویتی. پس یکی از مفاهیمی که یاد گرفتیم مرکز ثقله، جایی که قوه وزن بریو اعمال میشه و نحوه پیدا کردن مرکز ثقل ما یاد بگیریم. گفته سنتر آف ان اریا، مرکز یک سطح همو مرکز ثقل گفته میشه. is analogous of the center of gravity of a body، مشابه یا یکسان با مرکز ثقل یک سطح. ما مفهوم the concept of the first moment of an area، مفهوم first moment یک سطح استفاده میکنیم برای پیدا کردن مراکز. یعنی از مفهوم first moment، گشتاور اول، مثل های فرسی هم میگم، شاید بعضی ها کتاب های فرسی مطالعه کنند. فرست مومنت، گشتاور اول، ترجمه شده به کتاب های فرسی به تحت این عنوان نوشته شده، استفاده میکنیم تا بتونیم مراکز سطح پیدا کنیم یا مرکز ها رو پیدا کنیم. حالا خود این فرست مومنت چیه میریم جلوتر مورد بررسی قرار میدیم. خب سنتر آف گراویتی آف تو دی بادی، مرکز ثقل اجسام دو بودی. به این شکل نگاه کنیم، این شکل سمت چپ، یک جسمی داده شده در مختصات سبودی X, Y, Z و مرکز ثقلی و تحت عنوان G معلوم شده. نیروی W یا وزن این جسم به این نقطه اهمال میشه، رو به پی، رو به ثقل یا رو به جاذبه زمین، رو به طرف زمین به این نقطه اهمال میشه نیروی G. این نقطه جی یک فاصله تا محور وای داره، این تحت عنوان اکس بار میشناسیم، و یک فاصله تا محور اکس داره، این فاصله رو هم وای بار میشناسیم. پس فاصله مرکز ثقل تا محور وای اکس بار بریم میگیم و فاصله مرکز ثقل تا محور اکس بریم وای بار میگیم. مومنت ایجاد میکنه، این دبلیو یاد گرفتیم دیگه، اف ضرب دی، فاصله ای فاصله هم عمودی هم هست دیگه، مومنت ایجاد میکنه. پس مومنتی که روی نقطه وای به وجود میاد برابر با چیه؟ مومنتی که روی حول محور وای، حول محور وای، اطراف محور وای باعث میشه، دبلیو ضرب این فاصله ضرب اکس بار، دبلیو ضرب اکس بار. یا مومنتی که روی محور اکس به وجود میاد، حول محور اکس، دبلیو ضرب وای بار، هم دبلیو ضرب وای بار. اسم از این میگذارم ام وای، اسم از این میگذارم ام ایکس، اینجا اشتباه نوشته شده، ام وای، ای ام ایکس مساویه با، اگه همین جسمه ما بیایم دونه دونه به المانهای کوچکتر تقسیم کنیم، به جزهای کوچکتر، به چندین جز تقسیم کنیم که هر کدوم وزن خود خوردشته باشن و وزن هر قسمت دلتا دبلیو نامگذاری کنیم، که مجموعه دلتا دبلیو ها، دلتا دبلیو یک جمع دلتا دبلیو دو جمع دلتا دبلیو سه و غیره، برابر با دبلیو کل این وزن میشه، برابر با همین دبلیو میشه. همین دلتا دبلیو ها یا همین المان های کوچیک یا جزهای کوچیکی که ما انتخاب کردیم تقسیم کردیم، باز هم یک مومنتی دارن که میشه دلتا دبلیو ضرب اکس، مومنت روی محور وای، و دلتا دبلیو ضرب وای، مومنت روی محور اکس. همین دلتا مومنت هایی که هر کدوم اینا به وجود میاره، اگه باز خود هم جمع کنیم میشه مجموعه همون مومنت اولیه. پس مجموعه دلتا دبلیو ضرب اکس، یعنی دلتا دبلیو ضرب اکس، این مجموعه ها خود یک دیگر اینا رو جمع کنیم همین مومنت اولیه رو میدن که برابر با دبلیو در اکس باره. مجموعه تحت عنوان ریاضی اون میتونیم خود مساحت انتگرال نشون بدیم، میشه انتگرال x dw. dw یعنی یک وزن خوردی داره، یک المان خوردی، یک جزء خوردی یا جزء بسیار کوچکی از نمونه مورد نظر ما رو انتخاب کردیم، اون dw نشون میده و x هم که داره، این میشه مومنت روی محور y.
که x بار w برابر شد با انتگرال x دی w، و y بار w برابر با انتگرال y دی w. برای سیم ها یا وایر ها هم همین حالت داره که مرکز ثقل یک جایی معلوم میشه. باز اگه بیایم گول به المان های خودتر تبدیل کنیم، هر کدوم یک وزن دلتای دبلیو دارن ضرب یک فاصله مومنت ایجاد میکنن که اینار باز به یک دیگر جمع کنه به همین رابطه میرسه. این مفهوم اینجا داشته باشیم. میریم سلاید جلویتر، میایم که فرست مومنت تعریف کنیم. اینجا در این سلاید یاد میگیریم که فرست مومنت چیه. همو المانی که ما داشتیم نقطه سنترویدی و مرکز سطحی رو ما این پیدا کنیم، بزی حالت شد که شد x بار ضرب w مومنتی شد. درسته؟ مومنتی که ایجاد میکرد x بار بود ضرب وزنی که به نقطه C اعمال شده بود، مساوی بود با انتگرال x دی w. انتگرال x دی w یعنی یک وزن جسم خود. میبینیم این جسم تفور این قسمت کتاب انتخاب کرده ضرب این فاصله x و دی w. W چیه؟ W یک جسم میشه حجم و ضرب وزن مخصوصی. قبول؟ حجم یک جسم ضرب specific gravity و وزن مخصوصی و به ما W وزنی اومده. خب اینجا خود گاما نشون داده specific gravity و ضرب A مساحتی و ضرب T ضخامتی و حجمی میشه EX بار مساوی با X دی W رو همیت نشون داده. نوشته به جای W نوشته A گاما T. گاماتی عدد ثابت از انتگرال میای بیرون، خود این گاماتی ساده میشن خلاص میشن. ای بر میمونه x بار ضرب a مساوی با انتگرال x دی a مساوی با q y. همین مفهوم فرست مومنت. خب ببینیم به زیر روابط ما کار نداریم، روابط گفته میشه. خب اینا یک سری روابط اثباتی و که چی رقم به مفهوم برس. رابطه فرست مومنت همینه. چی؟ مساحت یک جسم ضرب فاصله مرکز سطحی و تا نقطه تا محور مورد نظر x بار تا محور y q y. فرست مومنت روی محور y به ما میده. q x میشه مساحت ضرب y بار. فرست مومنت روی محور x میشه مساحت ضرب y بار. y بار این فاصله ای y بار مساحت ای ضرب ای فاصله فرست مومنت میده. انتگرال y دی a هم برابر با اینه، برابر با همون فرست مومنته. انتگرال y دی ای. حالا انتگرال y دی ای چه کاربردی داره؟ انتگرال y دی ای استفاده میکنیم، به دست میاریم خاطر روش مساحت ها. از جداول میره مثال جلوتر بررسی میکنیم، تقسیم بر مساحت کل کنه، میتونیم y بار و x بار به دست بیاریم. اینجا y بار و x بار. پس یک بار دیگه میگم، فرست مومنت یعنی مساحت ضرب فاصله تا محور مورد نظر، فاصله از مرکز سطح تا محور مورد نظر. حالا محور ما این جایگاه، ببینیم x و y این جایگاه انتخاب شده، ای وای ای هم x. ممکن بود مثلا x و y این جایگاه انتخاب شه، ای x ای وای. برای این شکل دارم میگم، پس y بار از این جایگاه میشد، x بار از این جایگاه میشد. حالا اینا رو اجازه بدیم رو مثال صحبت کنیم. برای سیم، برای وایر یا برای یک لاین هم گفته همین حالته که باز ببینیم آخری به این رابطه میرسه. x بار ضرب l، چون مساحت از این کم میشه دیگه، یک چی میگیم المان یک بودیه، دو بودی نیه، مساحت هست دو بودیه یا سه بودی، این سیم یک بودی حساب میشه. x بار ضرب l مساوی با انتگرال x دی l. این همون مفهوم فرست مومنت در وایرها یا لاین های. خب چند تا مفهوم داریم. اولا خط تقارن. خط تقارن یعنی چی؟ خط تقارن خطیه که ما اگه او شکل خورد تا کنیم دقیقا همدگر بپوشنه، یا اینکه مثلا هر نقطه در سمت چپ داشته باشیم برابر با او یا متناظر با همون نقطه در سمت راست یا بالای او محور داشته باشیم. ببینیم شکل سمت چپ ما شکل A محور بی بپریم محور تقارن از این گفته میشه، چون نقطه P متناظری و امتداد بدیم نقطه پیپریم پزگوند اینجگا وجود داره. یا این شکل محور اووای محور تقارنی گفته میشه، چون شما اینجگا یک دی ای انتخاب کنیم متناظر با او بزی بر دی دی ای زپرام داره، این پس میشه محور تقارن.
اگه ما خب چند تا نکته داریم اینجا که the first moment of an area with respect of respect to a line of the symmetry is zero. First moment یک مساحت یا یک سطحی نسبت به محور تقارن یا نسبت به خط تقارن برابر با صفره. ببینیم شما اگه بیاین first moment روی این محور حساب کنیم این صفره. یک نکته. نکته بعدی اگه گفته یک مساحتی یک سطحی خط تقارن داشته باشه. یک سطحی خط تقارن داشته باشه. مرکز سطح یا مرکز دقیقا روی همون خط به وجود میاد. ببینیم فرض کنیم این همین جگاه این یک خط تقارن داره، درسته؟ مرکز سطح جای روی همین خطه، یا این ببینیم یک خط تقارن داره، این خط تقارن و مرکز سطح این جگاه نشون داده، این مرکز سطح. یعنی اگه یک خط تقارن داشته باشه مرکز سطح روی همون خط واقع میشه، نه ای بر. حالا بالا و پایینی و محاسبات داره به دست میاریم، اما روی همین خط بالاخره اگه دو تا خط تقارن داشته باشه مرکز خطوط تقارن میشه مرکز سطح. این نکته خیلی مهمه. اگه دو تا خط تقارن داشته باشیم، ببینید مثلث دو خط تقارن داره، ب دزگون، مرکز قطع اینا جایی که این دو تا خط یکدیگر قطع کردن محل تقاطع اینا مرکز سطح میشه. این هم نکته بعدی که اینجا ذکر شده. مثلا شما فرض کنید من این مستطیل رسم کنم، این مستطیل یک خط تقارن اینجا داره، یک خط تقارن این قسمت داره، خب مرکز سطح کجا میشه؟ این وسط میشه، این میشه مرکز سطحی. یا یک لوزیر شما در نظر بگیریم، البته من نمیتونم اینجا لوزیر رسم کنم، لوزی هم دو تا خط تقارن داره، یا دایره هم دایره چندین خط تقارن داره، هر شوهای خط تقارنی داره، ولی تقاطع از دو تا یکدیگر از مرکز اینا تیر میشه و مرکز سطح همون مرکز دایره گفته میشه. میگفته یک سطح زمانی نسبت به یک نقطه متقارنه که یک جزو نسبت به همون متقابل وجود داشته باشه، تعریفی دقیقا شبیه به همون بالایه. و گفته center of the area coincide with the center of the symmetry، مرکز یک سطح گفته مطابق میشه با مرکز تقارن او سطح. مرکز تقارن یک که داشته باشه مرکز سطحی و یکیه. خب این از این نکات بود. پس اگه یک محور تقارن داشته باشه مرکز سطح دقیقا روی همون محور تقارنه، دو تا محور خط تقارن داشته باشه محل تقاطع اینا مرکز سطح میشه و محاسباتی که انجام میده. ببینیم ما تا حال پیدا کردن مرکز تقارن، مرکز سطح یا همون مرکز ثقل حساب نکردیم، خب اور داریم، میرم جلوتر محاسبات میگیم، اما قبل از چند تا شکل رایج داریم، چند تا شکل عمومی داریم که میبایست مرکز سطح اینا رو یاد بگیریم. کتاب چند تا اینجا لیست کرده و مرکزهای اینا نشون داده، ما اینا رو میخونیم قدر یک دیگر، اما اونایی که میگم، اونایی که اینجا ذکر میکنیم نیازه که شما یاد داشته باشیم و حفظ باشیم، یعنی از بر باشیم. البته اغذری از اینا سوال حل میکنه که به مرور زمان ملکه ذهن شما میشه، ولی خب همین اول اینا سریعتر یاد بگیریم که باز به مثالهای اولیه مشکل بر نخوره. اولی مثلثه. مثلث مرکز سطح، مرکز سطحی و میشه یک سوم ارتفاع. ببینیم وای باری که اینجا نشون داده، وای با برابر با h تقسیم بر 3، یعنی مرکز سطحی و به زی قسمت از این قسمت شما یک سوم بیاییم بالاتر، این میشه مرکز سطحی. خب ای از نسبت به محور x یا نگفته، حالا اگه شما نسبت به محور x هم دقیقا همین حالت داشته باشه میشد b سوم. مساحتی هم که معلومه دیگه، یک دوم ارتفاع ضرب قاعده، یک دوم b ضرب h. سمی سرکل و ربع دایره داریم، نیم دایره و ربع دایره. ربع دایره یک محور تقارن داره، نگاه کنیم این محور تقارنی و یا خط تقارنی و مرکز سطح دقیقا روی همین محور قرار گرفته و فاصله یکی x بار داریم، یکی هم y بار که اینا برابرند با 4 r، r شعاع دایره تقسیم بر 3 پای، 4 r تقسیم بر 3 پای. مساحت ربع دایره هم پای r مربع تقسیم بر 4.
اما نیم دایره نگاه کنیم، نیم دایره یک خط تقارن داره، مرکز ثقل میگن روی ازی باشه، مرکز صد روی ازی خط تقارن باشه، و نسبت به محور X نگاه کنیم اینا کاملا متقارنه، پس هیچی نسبت به محور Y چقدر میشه؟ Y پریم X بار نداره دیگه، ببینیم X بار صفره، یعنی ای بر او بر نداره، یعنی X بار صفر، چون روی دقیقا نسبت به محور Y متقارنن، X بار صفره. X بار چی بود؟ فاصله تا محور Y، خب فاصله تا فاصله مرکز صد تا محور Y، چون این مرکز سطح دقیقا رو محور وای قرار داده شده، پس صفره. وای بار چیه؟ این مثلا محور ایکس باشه، فاصله این مرکز سطح که اینجا گاهی تا محور وای، که وای بار دوباره 4 آر تقسیم بر 3 پای، ما ساعتی هم که پای آر مربع. به همین ترتیب برای بیزیر داریم که حالا شده 4 ای 3 پای، 4 بی 3 پای، به جای آر ای و بی گذاشته شده. بیزی یک قطر کلون داره، یک قطر خورد داره، ای قد شعاع خورد و بی هم ای ببخشیم ای شعاع کلون و بی هم شعاع خورد. و به همین ترتیب برای اشکال پارابولیکی که مشاهده میکنیم، ای دوتا نیاز نیه، یک مثلث ما نیاز داریم حتما اگر بلد باشیم، نیم دایره و ربع دایره و ای قسمت سه گوشی که یک زل ای و درجه دو یا درجه سه، اینجا درجه دو، یک زل ای و پارابولیکه، یک سه گوشی که یک زل ای و یا وتر و پارابولیکه. خب اولا مساحت عظیمش یک سوم ارتفاع ضرب قاعده، مساحت ای سه گوش میشه یک سوم ای ضرب اچ، اکس بار و وای بار چی میشه؟ اکس بار یا میشه سه سه ضرب آی قاعدی و تقسیم بر چهار، وای بار چی میشه؟ ای وای بار یونه، ای وای بار، ای هم اکس بار، اکس بار فاصله تا وای، وای بار فاصله تا محور اکس، سه ضرب اچ تقسیم بر ده. ای هم نیازه که ای رو یاد داشته باشیم، بلد باشیم. این سه تا شکلی که معلوم کردم، اینا روابط اینا رو یاد بگیریم، به سوالات از اینا خیلی استفاده میشه. و حالا بیاماده گفته سه گوشی که یک زل و توانی و مثلا از پارابولیک بیشتر باشه دیگه، به صورت فرمولی نوشته. و سکتور بخشی از دایره یا سیم ها و آرک سیرکل یا شعاع یک دایره، اینا یک سری روابط داره که باز حالا اگه نیاز بود در تمرین ها اینا میتونیم از این روابط استفاده کنیم، ولی به امتحان همون ستایی که برای شما تعیین کردم اونا رو یاد بگیریم. اگه چنانچه از اینا داده شه رابطی هم داده میشه، یعنی نیازی به از بر کردن نیه، مرکز اینا داده میشه و شما میتونیم حساب کنیم، ولی به احتمال زیاد در امتحان هم از اینا نمیایی، ولی شاید در تمرین ها، در تمرین ها که 100% داریم میتونیم بیاییم از کتاب و یا از همین سلاید ها استفاده کنیم، تمرین ها تر حل کنیم. مرکز صد های مرکز صد شکل های رایج بدیدیم، کتاب به ما معرفی کرد و روابطی و هست و میتونیم از اونا استفاده کنیم، و گفتیم بعضی اینا مهمه و اونا نیازه که شما بلد باشیم برای همیشه. اما بعضی از اشکال که شکلها این شکلهای رایج یا معمولی نیان یا جز اشکال معروف نیان، ترکیبی از چند شکل سادن، چی رقم مرکز سطح اینا رو پیدا کنیم؟ خیلی ساده میتونیم همینجگا نشون داده شده، شما این سطحه فرض کنیم اینجگا همچین شکلی داریم که معلوم نیه چهار زلی اما شکلی معلوم نیه چی هسته، این تقسیم کنیم به اشکالی که بلدیم. مثلا یک خطی از اینجا رسم میکنم، یک مثلثی به زیر قسمت، یک خط هم به اینجا رسم میکنم، این هم یک مثلث و این هم چیزی که مونده مستطیل. حالا این شکل به به سه شکل ساده تقسیم شد که بلد و مرکز سطح هر کدوم اینا رو پیدا کنم. و وقتی شما تونستید مرکز سطح هر کدوم رو پیدا کنیم، میتونید مرکز سطح کلی رو هم پیدا کنیم. مرکز سطح هر کدوم رو پیدا کنیم، فرست مومنت هر کدوم رو پیدا میکنیم، مجموع فرست مومنت های این سه تا شکل 1 2 3، یعنی فرست مومنت 1 جمع فرست مومنت 2 جمع فرست مومنت 3. فرست مومنت چی بوده؟ x بار ضرب a، مساحت ضرب فاصله تا محور مورد نظر. فقط دقت کنیم ما یک محوری داریم، اینجا معرفی کرده این محور،
ای محور، ای محور ایکس و وای مانه. فاصله مثلا مرکز سطح ای تا ای محور، یا تا ای محور ایکس بار و وای بار هر کدوم، مجموعه اینا، مجموعه فرست مومنت ها تقسیم بر مساحت کلی به ما ایکس بار و وای بار کل این سطح میده، ایکس بار و وای بار کلی میده. نگاه کنیم اینجا به سه شکل تقسیم شده، A1، A2 و A3. C1، C2، C3 مرکز سطح های اینا هم. C1 میشه فرست مومنت یک، اگه بخوام حساب کنم میشه A1 ضرب مثلا فرست مومنت روی محور وای میشه ایکس بار، A1 ضرب ای فاصله. خب A1 ضرب ای فاصله میشه فرست مومنت روی محور وای. از دور حساب کنم میشه A2 ضرب ای فاصله دوباره تا محور وای، و ایسه میشه ایف محور مرکز تا ای فاصله. مجموع اینا رو حساب کردیم، جمع میکنم فرست مومنت ها رو محور وای ها کیو وای می تقسیم بره مساحت کلی A1 A2 A3 چی به من میده؟ X بار میده. ای X بار ببینیم، مجموعه X بار خورد ضرب A که همین 3 تا باشه تقسیم بره مجموعه مساحت ها X بار داده میشه مزید قسمت، یا وای بار هم به همین ترتیب وای بار ضرب مجموعه مساحت ها مساوی با مجموعه مساحت ها مساحت هر جسم ضرب فاصله هر قطعه تا محور مورد نظر، حالا وای بار تا محور اکس باشه. این هم همین مفهوم داده شده. ما یک مثال کار کنیم. خب مثال 5.1، اولین مثال فصل 5، یک شکلی داده شده که از شما خواسته برم صفحه نشان داده شده فرست مومنت رو حساب کنیم نسبت به محور ایکس و وای، یعنی فرست مومنت نسبت به هر دو محور، و لوکیشن یا محل سنتر یا مرکز این شکل پیدا کنیم. ببینیم ایکس و وای سوال برای شما معلوم کرده، گفته محور ایکس و وای اینجیگاره، شما نسبت به زی محور بیا فرست مومنت حساب کنید و مرکز سطح به دست بیاد. حالا ممکنه بعضی سوالات محور نداده باشه، محور اختیاری باشه، یا فرق کنه اصلا محور، مثلا ممکنه یه قسمت باشه یا دو تا باشه خارج از صفحه باشه، ولی به هر حال در محاسبه فرست مومنت تاثیر داره. خب اما در محاسبه فرست مومنت هایی که در نهایت مجموع فرست مومنت حساب کنیم هیچ فرقی نمیکنه، یا مرکز سطحی باز به یک حالت به دست میاد، یعنی محور ها هر کجا که باشن شما نسبت به همون محور اگه محاسبات درست انجام بدیم به یک جواب میرسیم. گفتیم این برای اشکال کامپوزیت چیکار کنیم؟ بیایم تقسیم کنیم مساحت ها شکل به چند مساحتی که اشکال رایجن، شکل های رایجن، و میتونیم مساحت های نها یا فرست مومنت های اینا رو به حساب کنیم، مرکز سطح های اینا رو به دست بیاریم. یک مثلثی که خود همین پیه به وجود آماده، یک مثلث می یک خطی از اینجا میکشم، اینجا میشه یک مستطیلی و یک نیم دایره. البته نکته ای که هست اینجا ما با اندازه یک دایره تخیلی داریم، پس چهار تا شکل شد، یک مثلث، یک مستطیل، یک نیم دایره و یک دایره تخیلیه. دایره تخیلی با علامت منفی در نظر میگیریم که از اینا کم شه تا محاسبات ما درست باشه. بریم نکته ای که هسته، یک نکته دیگه که برای حل این سوالا شما حتما یک جدول تیار کنید و محاسبات خود داخل جدول انجام بدیم منظم و مرتب که جواب درست بتونیم به دست بیاریم. بریم جلوتر. ببینیم این شکل همونطور که گفتیم بیاماده به یک مستطیل، یک مثلث، یک نیم دایره و یک دایره تقسیم کرده که اینا علامت های اینا مثبته و یک نیم دایره علامتی و منفیه در محاسبات در نظر گرفته میشه. این جدول تیار میکنیم، قسمت اول قسمت اسم شکلار یا اسم مساحتار می نویسیم، یا می تونیم نامگذاری کنیم 1 2 3 4، یا اینکه اینجا کتابی آمده اسم ها این رو نوشته مستطیل، مثلث، نیم دایره و دایره. مساحت هر کدام حساب می کنیم دیگه، روی مساحت ها خیلی توضیح نمی دهم، مساحت ها واضح هم دیگه، مساحت یک مستطیل، یک مثلث، یک نیم دایره و یک دایره.
فقط این دایره آخر چون دایره تخیلی با علامت منفی، این نکته اینجا کن با علامت منفی به قسمت می نویسیم، مجموع مساحت ها رو جمع میکنیم به قسمت نوشته میشه یا از قسمت. میاییم اکس بار و وای بار به دست میاریم. اکس بار فاصله مرکز سطح او شکل تا محور وای، وای بار فاصله مرکز سطح او شکل تا محور اکس. خب مستطیل مرکز سطحی رو میفته وسط، دقیقا ببینیم چون دو محور تقارن داره و این محور تقارن محل تقاطع اینا میشه مرکز اینا، این میشه مرکز اینا. فاصله این من نقطه تا محور وای میشه 60، این 60. مثلث گفتیم میشه مرکزی و یک سوم ارتفاع یا یک سوم قاعده. اینجا نسبت به این محور این مثلث قائم زاویه این 120، یک سوم 120 میشه 40. 40 نسبت به قاعده، نسبت به ارتفاع این فاصله. خب از اینجا تا محور وای فاصله هم هسته 40 میلیمتر. نیم دایره نسبت به محور وای، چون این نیم دایره ببینیم دقیقا نسبت به محور ایکس، این قسمت مرکز صد میفته روی محور. خب پس از اینجا تا به زی قسمت به اندازه یک شعاع فاصله اونه که شعاعی هسته 60 میلیمتر، این هم 60. دایره هم به همین ترتیب چون یک دایره متقارن کاملا، مرکزی میفته به وسط، از وسط این دایره تا محور وای فاصله هست چند؟ میبینیم از این قسمت تا به چه قسمت فاصله هست 60 میلیمتر، فاصله هست 60 میلیمتر که این رو هم بنویسیم 60. وای برار به همین ترتیب از این قسمت تا محور اکس وای بار 40 میلیمتر. دوباره مثلث یک سوم ارتفاع، ببینیم یک سوم ارتفاع، ارتفاع هست 60 میلیمتر، یک سوم میشه 20 میلیمتر و کجا 20 میلیمتر نسبت به قاعده قرار میگیره این 20 میلیمتر. اما نکته ای که هست چون پایین محور اکس با علامت منفی، مختصاتی و چیه منفی 20، بقیه همه بالا هم میبینیم علامت اینا مثبته، پس این چون پایین محور اکس علامتی و منفی، منفی 20 و این قسمت نیم دایره گفتیم که نسبت به x دقیقا روی همین محور قرار میگیره، اما نسبت به y چقدر بالا و پایین؟ 4 r تقسیم بر 3 پای که میشه 25.46 میلیمتر، 4 r 3 پای و این فاصله 80 میلیمتر جمع 25.46 میشه فاصله تا محور x که میشه 105.46 و دایره هم میشه این فاصله دیگه از این تا این قسمت اینجاگا مشخص کرد، از اینجاگا تا این قسمت که چنده 80 میلیمتر. 80 میلیمتر ضرب میکنیم این ستون ضرب مساحت x ضرب a که فرست مومنت x بار ضرب a گفتیم فرست مومنت میشه، فرست مومنت q y نسبت به محور y برای هر برای هر مساحت به دست بده، برای مستطیل، مثلث، نیم دایره و دایره. علامت ها رو دقت کنید، این با علامت منفی ضرب میشه، منفی ضرب 80 یا ضرب 60 این مقدار میشه منفی 301. وای بار ضرب A فرست مومنت نسبت به محور X میده و اینا رو با هم جمع میکنیم میشه فرست مومنت مجموعه نسبت به محور Y و فرست مومنت مجموعه نسبت به محور X. میبینیم QX برابر با 506، 506 ضرب 10 به توان 3 و QY برابر با 757 ضرب 10 به توان 3 و واحد فرست مومنت میلیمتر به توان 3 یا اینچ به توان 3، واحد یا توان 3 هر چی که هسته، متر، میلیمتر، اینچ، فوت، هر چی هسته توانی و 3 مکعب. فرست مومنت ها به دست آمد. خب اکس بار و وای بار ما این مرکز سطح کل ما این. ما مرکز سطح دونه دونه اینا رو حساب کردیم، مرکز سطح کل چی میشه؟ اکس بار و وای بار کل میشودک فرست مومنت نسبت به محور وای تقسیم بر مساحت اکس بار، یا وای بار میشد فرست مومنت نسبت به محور x تقسیم بر مجموعه مساحت که اینجا باشه این مجموعه مساحت وای بار به ما میداد. بریم سلاید بعدی. ملاحظه میکنیم x بار برابر با فرست مومنت نسبت به محور y که به دست ما 757 ضرب 10 به توان 3 تقسیم بر مجموعه مساحت که x بار به ما میده و وای بار هم به همین ترتیب محاسبه شده. مختصات از اینا رو شکلم نشون داده شده. ببینیم ای فاصله میشه اکس بار
دست مورد 54.8 54.8 و این فاصله نسبت به محور x میشه y بار 36.6 36.6 که به دست آمده. این هم از مرکز سطح این شکل کامپوزیت. ما شما یک مروری داشته باشیم به جلسه، ما دو تا مفهوم خیلی مهم یاد گرفتیم، یکی فرست مومنت چی میشد، مساحت ضرب فاصله تا محور مورد نظر. فاصله از کجا؟ از مرکز سطح. فاصله از مرکز سطح تا محور مورد نظر و مرکز سطح داشتیم. مرکز سطح هم که گفتیم یک سری اشکال ما رایجن، مثل مستطیل، مثل لوزی، مثل دایره، مثل مثلث، که اینا روابط اینا بلدیم. اگه دو تا محور تقارن داشتن، تقاطع از اینا میشه مرکز سطح. اگه یک داشتن، مرکز سطح دقیقا روی همون محور قرار داره. مثلا از مثلث میشه کجا؟ یک سوم ارتفاع، یک سوم ارتفاع نسبت به قاعده، یا از قاعده میشه یک سوم قاعده نسبت به ارتفاع که مرکز سطحیونه. ولی اکثری از اشکال کامپوزیتن، ترکیبی هن، که اینا رو میاییم تقسیم میکنیم به شکلهای ساده تر، به شکلهای رایج که بلد مرکز سطحی اینا رو به دست بیاریم. فرست مومنت هر یک حساب میکنیم، مجموعه فرست مومنت های در یک محور روی یک محور خود یک دیگر جمع میکنیم، تقسیم بر مساحت کل میکنیم، مرکز سطح شکل کامپوزیت یا ترکیبی ما به دست میاییم مثل از این مثال. خب از این به دست آوردن مرکز سطح از این شکل‌های ترکیبی مثال‌های زیادی داخل کتاب شما نه، حتما اونا رو حل کنیم. باز در انتهای فصل هم یک سری نمونه سوال یا تمرین هومورک انتخاب میشه برای شما گذاشته میشه، اونا رو هم حتما حل کنیم تا اینکه مسلط بشیم. خدا کنه که توضیحات ما واضح بوده باشه، جای مشکلی ابهامی باقی نمونده باشه. بازم اگه چنانچه سوال چیزی بوده حتما میتونیم پرسان کنیم، حتما بپرسیم که کدام مشکلی باقی نمونه و یاد بگیریم همه مباحثه دیگه. همین جگاهی جلسه رو هم به اتمام میرسونیم تا جلسه آینده.